و حالا برای خداوند عیسی مسیح تشویق شاهانه دوستان عزیز امروز دوباره به موضوع قسمت قبلی برمیگردیم خداوند روز پنج شنبه از قسمت 15 یوحنا به قوی با ما صحبت کرده این موضوع به اندازه زندگی مهم می باشد. خداوند عیسی در این موضوع می توانست به جای او از کسی دیگری استفاده کند اما شخصا خودش می خواست توضیح بدهد چون این موضوع خیلی مهم است و حالا از کتاب مقدس قسمت پانوزده یوحنا را باز کرده و ببینید خداوند در این قسمت به ما چه چیزهایی خواهد گفت این گفته خداوند است گوش دهید عیسی مسیح صحبت می کند یوحنا پانوزده یک من تا حقیقی هستم و پدر من است برای خداوند واسطه باشید و یا برای زندگیتان می تواند یک منبع الهام باشد موضوع این نیست که فرد دیگری باشد ما تنها کاری که می توانیم به شما ارائه دهیم بر روی حرفها خوب فکر کرده و چیزی که خداوند در قلب ما باز کرده به شما برسانیم. پیامی که ما میرسانیم با چیزی که شما با افکارتان به دست آورده تقریبا یکی هست. مهمترین چیز این است که خداوند با وجود درونی او حرف میزند و او تاک حقیقی است. کسی دیگری وجود ندارد. در گذشته به نظر میرسید که خیلی از انسانها روشن فکر شدند بلکه کمی آگلتر دیده میشدند. و این انسان ها آموزه ها و دین های جدیدی به وجود آوردن حتی صاحب کوچکترین ارزش هم نیستن چون خیلی ضعیف هستن و به حکمت انسانی تکیم میکنم. تاک حقیقی اوست ریشه حیات اوست او نگفت که من یکی از این تاک ها هستم گفت من تاک هستم و پدرم باغبان است و در آیه دو ادامه دارد یوحنا پانوزده دو هر شاخی که در من میوه نیاورد آن را دور میسازد این برای ما یک کشتار خیلی جدی است. پدر بابان است. پدر در خداوند ایسا ریشه انداخته و در حال حاضر به کسی که میوه دادن را پس بزند صبر و شکیبایی نشان نمیدهد. چون که تاک او هست و اوست که میوه دادن انسانها را تعمه می کند. انسانها تنها به خاطر اینکه خودشان نمیخواهند میوه نمیدهند. چون خواسته خداوند استفاده کردن از ما است. هر کی که میخواهید باشید. می توانید استاد دانشگاه باشید و یا دکتری معروف باشید و یا معروف ترین بازیگر و یا یک حرفه با استعداد باشید فقط باید میوه بدهید و به واسطه زندگی و شهادت دادنتان باید اجازه بدهید تا تاک حقیقی در زندگی تا میوه بدهد و این هم زندگی اطرافیانتان را پر برکت میکند و میگوید زنان خاندار دقت کنید خواهرم باید میوه بدهید دختران و پسران جوان تازه می به زندگی شروع کنید. باید میوه بدهید. ای که میوه نمیدهد، هر یکی تنها یکی یا دوتا نیست. هر ای که میوه نمی دهد، از طرف پدر بریده خواهد شد. دور خواهد شد. بریده و جدا می شود و از خداوند محروم خواهید ماند. پشت سر هم پیگیر میشوید. فقط عضو کلیسایی می شوید که اصلا چیزی نمی گیرید. چون که میوه نمی دهید، به واسطه دادن چیزی به کسی چیزی از خداوند می گیریم. و همچنان با گفتن این ادامه دارد. یوحنا پانوزده دو و هر چه میوه آرد آن را پاک میکند تا بیشتر میوه آرد. خداوند ما را پاک کند و این عالی دکتر سارس برای پاک شدن احتیاز دارم. فکر میکنم زندگیم خیلی کثیف است. خواسته هایم را با کلمات توان توضیح داد. چون به عیسی مسیح اجازه تمیز کردن زندگیت را نمیدهی. پدر باغبان وعده خود را به خواهد آورد. خداوند عیسی مسیح زندگیت را پاک خواهد کرد. کلا از اول تا آخر پاک خواهی شد اگر یک نفر هست که توسط خداوند باید پاک نشود خداوند بگوید که گوش کنید امتحان کردم فقط غیر ممکن بود آن زمان او خدا نیست می توانید مطمئن باشید اگر انجام دادن این را می خواهید گفته خدا زندگی را پاک خواهد کرد یوحنا پانوزده دو و هر چه می آن را پاک می کند تا بیشتر می آرد حال اگر میوه نمیدهید حرس خواهید شد در اینجا به حرفایی که گفته شده دقت کنید هر شاخه‌ای که میوه نمیدهد حرس شدنش گفته میشود شما در تاک جا گرفتید اجازه دهید که شیشتان در تبلیغات فعالیت کند اجازه دهید دیگران برای دعا کردن فکر کنند هر که می خواهید باشید شما هم باید بپرسید شما را حرس نخواهد کرد در زندگیتان به کارهای گناه ادامه خواهید داد بنابراین از امروز شروع کنید در زندگیتان به میوه دادن یوحنا پانوزده دو و هر چه میوه آرد آن را پاک می کند تا بیشتر میوه آورد این برای ثروتمند شدن نیست این هم می تواند به واقعیت تبدیل شود و یا این هم می شود از خداوند بیشتر برکت بگیریم یا رویاهایتان را تبدیل کند نه او می خواهد از زندگیتان به بهار تبدیل شود به این ترتیب می توانید به افرادی که در اطرافتان هست کمک کنید. یوحنا پانوزده سه الها شما به سبب کلامی که به شما گفته این پاک هستید. حال به آیه چهار دقت کنید. در من بمانید و من در شما. تصمیم با خدا بودن را شما باید بگیرید. خدا این را انجام نمی دهد. همچنان که شاخه از خود میوه نمیتواند تواند میوه آرد اگر در تاک نماند. همچنین شما نیز اگر در من نمانید. برادران خواهران شاخی به تاک متصل نیست میوه نمیدهد خشک می با خداوند عیسی مسیح ماندی هستید دکتر سارس معنی این چیز کتاب مقدس را روزانه باید مطالعه بکنید چیزهایی که به خداوند ربط دارد از کنارش بی تفاوت چون اینها خیلی خیلی جدی هستند یک مخالف یک دشمن داریم که اسم او هم شیطان است و او برای اینکه از حضور خداوند دور سازد هزاران مدل کار انجام میدهد زندگی من را با دقت بررسی می کند. در واقع او کمی مانند کشورهایی که زنگ را دوست دارند، این کشورها برای زنگ بدون آمادگی نمی روند. مگه نه، صاحبان اطلاعات می دانند که کوه و رودخانه ها کجا قرار دارند، پشت کوه چه چیزهایی وجود دارد و برای به دست آوردن این اطلاعات دستگاه هایی دارند، کارخانه ها، ارتش ها و مانند اینها را می دانند. همه این اطلاعات را جمعآوری و در زمان حمله و برای از بین بردن نیروهای مقابل کاملا حمله می کنند. شیطان همانند این کارها را انجام می دهد. از روزی که متولد شدید شما را گمراه و نقاط ضعفتان را می داند. وسوسه هایی که در مقابلش نمی توانید بیستید و بعد هم آه 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 شیطان برای گرفتن چیزهایی با ارزشتان تمام قدرتش را با بدی می فرستد. اگر با عیسی نمی مانید با خواندن کتاب مقدس بگویید خدا لطفا با قلبم حرف بزن خدایا دیگر آن فرد قبلی که بودم نمیخواهم باشم عیسی مسیح تماما پاک شدنم را میخواهم وجود درونیم را پاک شدن از گناهان را میخواهم خدایا از این بدی ها و وسوسه ها نجاتم بده به گفته های آیه چهار گوش دهید یوحنا پ 4 در من بمانید در عیسی ماندنی هستید عیسی مسیح با تو بودن را میخواهم به فعال بودن روحت در من نیاز دارم در من بمانید و من در شما همچنان که شاخه از خود نمیتواند میوه آورد اگر در تاک نماند همچنین شما نیز در من نمانید اگر در عیسی نمانید بدون کمک نمی نمیتوانید اصلا میوه بدهید تنها چیزی که شما میتوانید در زندگی انجام دهید جریان طبیعی خواهد بود و آنها اغلب پایین ترین کیفیت قابل تصور هستند زمانی که با عیسی میمانید و واقعا به پسر خدا وصل میشوید و هنگامی که قدرت خدا زندگیتان را شروع به استفاده کردن میکند برادران و خواهران عزیز میوه خواهید داد یعنی محصول زیادی خواهید داد حال آیه پانوزده پنج یوحنا را بخوانیم یوحنا پانوزده پنج من تاک حقیقی هستم و شما شاخه ها آنکه در من میماند و من در او میوه بسیار میآورد زیرا که جدا از من هیچ نمیتوانید کرد کلام و خداوند نباشد برای انجام هیچ کاری تلاش نکنید. آه می خواهم یک منبع برکت باشم. اگر می خواهید منبع برکت باشید، خدا این را برای شما انجام می داد. فقط به صورت جادو نیست و این راه کوتاهی هم ندارد. برای گرفتن وحی از سخنان خداوند، او را باید جستجو کنید. خداوند به این راه کوتاهی هم ندارد. برای گرفتن وحی از سخنان خداوند او را باید جستجو کنید. خداوند به این شکل با قلبتان حرف میزند ریشه ای که در زندگیتان شما را به برکت واقعی تبدیل خواهد کرد این است خداوند عیسی مسیح این است اگر شما همچنان به خوردن از دست افراد دیگر ادامه دهید به اینجا و به کلیسا می و به سخنرانی گوش می دهید و خدا خیلی قوی با کشیش شایمه حرف می زد بعضی وقتها خدا از من هم استفاده می کند و من در اینجا کسانی هستند که واقعا به شما برکت خواهند داد و آنها برای انجام دادن بهترین کارها در حق شما در اینجا هستند فقط شما از دست ماها میخورید و بعضی وقتها اگر تنبلی کردیم و یا پیش از حد مسئولیت داریم و یا خدا را جستجو نمی کنیم دست کمی می تواند خالی هم باشد یوحنا پ پنج من تاک هستم و شما شاخه ها آنکه در من ماند و من در او میوه بسیار میآورد از شما یک چیزی بپرسم در این زمانهای آخر میوه میدهید دکتر سارس گهگاهی خداوند من را استفاده میکند در این حال یعنی هیچ میوه نمی نمیدهی گفته میشود با خداوند عیسی مسیح نیستی و خداوند امروز برگردد بریده و دور انداخته میشوی شاخه های تاک بدون هیچ دخالتی رشد میکند اما تمام شاخه هایی که به او وصل نیستند خشک خواهند شد این آیه را دوباره بخوانیم یوحنا پ من تاک هستم و شما شاخه ها آن که در من میماند و من در او میوه بسیار می آورد به خودتان نگاه کنید این را امروز انجام دهید روحتان را جستجو کنید دکتر سارس خدا به من لطف کند من میوه اشتباهی می دهم هی hey, وسوسه می شوم همش به گناه فکر می کنم برادر عزیزم خواهر عزیزم در خطر جدی هستید اگر عیسی مسیح امروز به این کلیسا می آید برای شما چه اتفاقی می افتاد؟ تاک با شوق و اشتیاق می آید و آن زمان است که همه شاخه ها با او یکی می شود. فقط یک تاک هست پس آنهایی که با او نیستند چه خواهند شد؟ ترک خواهید شد. برادرم این خیلی خیلی جدی هست. خدایا نیاز هست که امروز چشمانش باز شود و اینکه خدایا زندگی در خطر است. خدا زمانی خواهد آمد را هیچ نمیدانیم. داستان ده باکره را میدانید. پنج تاشون باهوش و پنج تاشون احمق هستند و آنهایی که احمق هستند ترک خواهند شد. آنها باکره هستند. برادرم، خواهرم، آنها در انتظار برگشت خداوند بودند. برادرم، خواهرم، آنها از افرادی که در کنار زندگی می نیستند. حتی یکی از آنها هم کار نادرستی انجام نمی دادن. فقط مس نداشتند. خداوندشان برگشت اما آنها حاضر نبودند آیا شما مست دارید؟ ببینید چه میگوید. با او بمانید. میوه زیادی خواهید داد. اگر میوه نمیدهید، کم نه بلکه خیلی کم میوه نمیدهید، در مورد این باید فکر کنید. اگر میوه زیادی نمیدهید، با او نیستید و او امروز برگردد میدانید چه خواهد شد. تاک رو به آسمان رشد خواهد کرد و تمام شاخه هایش با او رشد خواهد کرد. یوهنناب پانوزده پنز من تاک هستم و شما شاخه ها. جدی بودن این منظور را گفته بودم این را شخصا پیگیر شد گفتنش را به کسی نسپرد اگر این چنین باشد ما هم به اندازه کافی به لرزش میافتادیم اما خودش گفت آنکه در من میماند و من در او میوه بسیار میآورد به خودتان نگاه کنید اگر میوه نمیدهید با او نیستید و او هم با شما نیست زیرا که جدا از من هیچ نمیتوانید کرد با تاک حقیقی بودن و میوه زیاد ندادن غیر ممکن است. امکان میوه ندادنش نیست. اگر در تاک زندگی میکنی میوه بسیاری خواهیم داد و میدانم که خداوند به صورت قوی با شما صحبت کرده و حالا به خاطر شما دعا بکنم. پدر، چیزی که کمی قبل شنیدید واقعا ما را به لرزش انداخت. پدر، به خرید کردن لباس های مدرن برای عروسی ها سال نو میلاد مسیح علاقه بیشتری نشان میدادیم. برای گردش رفتن و خرید خانه سنداز پول بیشتر کار کردیم و یا برای خرید خودرو و برای آینده ما نگران بودیم از این رو آموزش ها دیدیم و در همه اینها مشکلی نیست پدر اما میوه زیادی نمی دهیم و می خواهیم چشمان من باز شود خدایا امروز می خواهم تصمیمی بگیرم و کاری که تو را خوشحال نمی کند انجام ندهم و می خواهم مانند شاخه هایی که به تاک حقیقی متصل هستند باشم و به این احتیاز دارم پدر بیا به ما کمک کن به نام عیسی مسیح آمین و حالا نوبت دیدن قسمت سوال و جواب است دوستانمان سوالات جالبی دارند و همه با هم به آنها جواب بدهیم ویدیو تماشا کنیم کسانی که بخشیده میشوند از گناه ها پاک میشوند شما را از گناهانتان نجات میداد اما برای پاک کردن گناهانتان از خداوند طلب بخشش بخواهید. کتاب مقدس میگوید که گناهانمان را به خداوند اعتراف کنیم. از او بخشش تمام گناهانمان را بخواهیم و بخواهیم تمام اشتباهاتمان را پاک کند. بعضی انسان ها به گناهشان اعتراف می کنند. اما هیچ علاقه به پاک شدن ندارند. آنها از گلبن و درونن از انجام دادن آنها لذت میبرند و به آن ادامه می دن. هر طور که می خواهید همان باشید. در زندگی با بعضی از مشکلات رو خواهید شد. اگر واقعا پاک شدن را می به حضور خداوند می و در مورد تمام کارهای اشتباهی که انجام دادید رو راست می شوید. بعدا سرتان را بلند می کند و به زندگیتان ادامه می دهید و این مفید خواهد شد. 99 درصد تمیز خواهید شد اما در پشتتان یک اتاقک پنهانی خواهد ماند. شاید هم به اندازه لانه سگی باشد. زیاد بزرگ نیست اما کثیف است. از آن لانه سگ هم رها خواهید شد. حتی از لانه گربه، از سوراخ موشا و حتی از بیت ها هم. خداوند عیسی مسیح مرا از تمام بدی ها پاک کند. پاک باشم که بتوانم به چشمانت نگاه کنم و با تو واقعا یکی باشم. در گذشته هیچ چیزی را رها نکنید. دکتر سارس البته هر لحظه با وسوسه هایی روبرو می شوم. تقریبا هر لحظه امکان وسوسه شدنم هست خداوند عیسی این حفره ها را ببندد به پاک شدن احتیاز دارم به نام خداوند عیسی مسیح لطفا به پا خیزید و سر فرود آورید پدر به نام خداوند عیسی مسیح اینجا هستیم خدای عزیز چیزهای خیلی مهمی شنیدم و یاد گرفتم به نام خداوند عیسی مسیح زندگی باید کرد نمیخواهم حرس شویم پدر به این انسان ها نگاه کن پدر قدرتت را به این زندگی ها برسان. پدر از تازه سرشان تا زیر پایشان با آنها کار کن و آنها را خوب کن. و حال قدرت تو را برای برکت دادن به این زندگی ها استفاده خواهم کرد. به نام خداوند عیسی مسیح، برادر و خواهرم. در حال حاضر ایمانم را با ایمانتان یکی می کنم. بله، به همراه من باور خواهید کرد. شیطان با تمام توانش می خواهد در زندگیت نفوذ کند و حال دستور می شیطان گوش کن. این زندگی ها را ترک کن و برو به نام عیسی خداوند خیلی زرج می کشیدم به نظرم درون استخوان دستم درد می کرد اما حالا کوچکتر دردی احساس نمی کنم را به هوا بلند می خدای شکر درد دستهایم را نمی توانستم تحمل کنم پس حالا چطور چه سیری دیگر داری؟ خوب هستم خداوند عیسی مسیح را تشویق کنید چاند کرده را مراهیم مراهیم را شانه کردن برایم خیلی سخت بود نمی توانستم دستانم الان شانه بکن همه ببینیم تا که می توانید دستانت را بلند کنید الان بهترم خدای شکر خداوند عیسی مسیح را تشویق کنید خدا را شکر پس پاس باد وقتی میخواستم لباس بشویم باز هم درد می بودم اینطوری چند سال است که درد داری نزدیک 4 سال خداوند عیسی مسیح را تشویق کنید هنگامی کار به دستم سر می زد بلند کنی خدایا شکر سپاس خداوند عیسی را تشویق کنید